سلام او درناوی تاسو د سوله پروگرام ګورئ. زه زمات یاله واسینیم. د افغانستان د معاصر تاریخ په لړ کې یو ځل بیا هم افغانستان په داسې یوه لیکه ولاړ دی چې هاخوا تر دې وروسته ډېره فضا خړه پړه ښکاري، تیاره حاکمه ده او د بېلابېلو مسایلو، ګنګوسو او دغه راز اندېښنو له امله فضا د یوه داسې سیوري تر لاندې ده چیرې چې په واقعي ډول افغانستان کې وژنې وینې تویدنې روانې دي، خو په اصطلاحاتو، خبرو، مذاکراتو، میزونو، سیاستونو کې د سولې په هکله خبرې ډېرې تودې دي. د تقریبا یوه کال راهیسې دا مسله د افغانانو پر لور کږه شوه او له هغه وروسته چې د دوحې تړون د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو، ټاکل شوی وه چې بین الافغاني مذاکرات ژر پیل شي، خو بیا هم دا کار ونه شو. کابل پر یو لړ مسایلو باندې خپلې کتنې درلودې چې له امله یې په دې هکله ډېر مسایل له لوړو ژورو او د وخت له ضایع سره هم مل شو. په ورته حالت کې لومړی پړاو پای ته ورسېد. د کړنلارې او اصولو په هکله هوکړه وشوه. د څه د پاسه شلو ورځو لپاره دواړو لورو رخصت واخیست د مشورو په نوم، او بالاخره له ډېرو مشورو وروسته دواړه لوري بیرته قطر ته رسېدلي. ابتدایي ناستې هم ترسره شوي دي. شنبې ورځې ته به دا ناستې په رسمي ډول د دواړو لورو ترمنځ د اجنډا پر سر د خبرو اترو له لړۍ سره هممهاله پیل شي. زلمی خلیزاد هم کابل ته راغلی او په هکله رپورټونه بېلابېلو اړخونو کې ویشل شوي دي. ګویا ولسمشر سله یې لیدله. ولسمشر رد کړي رسمي تاییدي نشته، خو د موقت حکومت د نسخې راوړلو په هکله د زلمی خلیزاد یادونه کوي. نن د کابل د بېلابېلو لوریو او سیاسي ادرسونو لخوا هم دې مسئلو ته غبرګون ښودل شوی. د موقت حکومت زمزمه ورسره توده شوې ده. نیټو هم روان میلادي کال کې افغانستان کې د پاتې کېدو او یا وتلو پریکړه کوي. د نیټو عمومي منشي یان سټالټنبرګ په خپلو خبرو کې خبریالانو ته ویلي چې 2020 کال د نیټو لپاره په ځانګړې توګه د افغانستان د قضیې په هکله یو سخت کال دی. دوی په همدې کال کې تر یوې بلې میاشتې دا پریکړه وکړي چې دوی په افغانستان کې پاتې کېږي که وځي. هغه بیا هم د طالبان لخوا له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو او دا راز د دوحې تړون ته پر ژمنتیا ټینګار وکړ. د افغانستان یو شمېر سیاسیون بیا په راتلونکو میاشتو کې افغانستان کې د موقت حکومت جوړېدو زمزمې کوي. دا سیاسي ډلې وایي طالبان په اوسني حکومت کې نه ځایېږي او دویم پړاو مذاکراتو کې به د موقت حکومت په جوړښت هوکړه وشي. ولسمشرې ماڼۍ چې له دې مسایلو سره یې وار له مخه سخت مخالفت ښودلی، د لنډمهالې ادارې یا موقت حکومت جوړېدل یو ناشونی کار بولي. خو سیاستوال وایي د وینو درېدو لپاره د ځینو کسانو څنډه کېدل، چې اشاره یې ولسمشر غني او د دوی ټیم ته ده، کومه غټه بیان نه ده. هاخوا ته بیا د ولسمشر غني لخوا ننګرهار ته سفر ترسره شوی دی. د دې سفر په لړ کې یو ځل بیا ولسمشر غني د جمهوریت ننګه کړې او طالبانو باندې هم درانه لفظي ګزارونه کړي دي. رپورټ وګورئ. ولسمشر محمد اشرف غني، لومړی مرستیال امرالله صالح، د امنیت شورا سلاکار او د کابینې یو شمیر غړي ننګرهار ته راغلي وو. ولسمشر د ولایت مقام په انګړ کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې وویل جمهوریت شریکه پانګه ده او ترې کلکه دفاع کوي. هغه زیاته کړه د ولس له ارادې پرته هیچا ته واک نه پرېږدي. که دا ونه سو د ډاکټر انقطاع د حکومت منئ تاسې؟ دلته خو کومه شخصي خبره نشته، دلته د نظام خبره ده. مشرم کېناستلی حاجي صاحب نظیر، تاسې لیدلی دي څومره تغییرات هم لیدلی دي. دلته جمهوریت موږ او تاسې مشترکه پانګه ده. ولسمشر وویل طالبان دې له نوي فکر سره سولې ته راشي، ځکه چې افغانستان او اړتیاوې بدلې شوې دي. جنګ نه وځي، له جګړې نه وځي، موږ حاضر یو چې په غېږ کې واخلو په تمام معنا. اما دوی دې یو واقعیت ومني، او هغه دا ده چې د نن افغانستان د 1900 کال افغانستان ده. د ولسمشر لومړی مرستیال پر طالبانو بیا لفظي بریدونه وکړه. وی ویل چې طالبان یوه مزدور ډله ده. هغه زیاته کړه چې سوله ډیر وخت اړتیا لري او حاضر نه دي چې پر شل کلنو لاسته راوړنو معامله وکړي. زه فکر کوم چې د سولې پروسه ډیر اوږده پروسه به وي او دا د یو شپې کار نه دي، د یو ورځې کار نه دي. او ځینې خلک بیا وایي چې د حکومت له طرفه او د رهبري د مشرتابه لکړای له طرفه استاسو شرطونه سده. هاغلی سالی وویل طالبان د واک لپاره جګړه کوي او د اسلامی نظام لپاره د خبرو په میز تعریف نه لري. د طالب څخه پښتنه کو
استا هدف د اسلامي نظام څخه څه ده تعریف وکړه او دوی نشي کولی چې تعریف وکړي. په همدې خاطر دوی هر وخت کوشش کوي چې خپل پښه له دغه دینی مباحثو څخه وکاږي، ځکه چې اوس موږ غواړو چې د شریعت او د سنت په اساس مذاکره وکړو. طالب نه غواړي چې د شریعت او سنت په اساس مذاکره وکړي. خو د خلکو غوښتنه دا وه چې حکومت دې تر هر څه ډیر سولې ته توجه وکړي او روان جنگ دې ختم کړي. موږ دا روانه د صلح پروسې نه ملاتړ کوو. د ننګرهار ولسونه د اوربن غوښتونکي هم دي چې باید اوربن وشي، د صلح پروسه کامیابه شي. خو په دې شرط چې دا زمونږ 40 کلن لاسته راوړنې زمونږ د وسلوال پوځ د شهیدانو په وینو باندې باید معامله ونشي. ولسمشر او لومړي مرستیالي طالبان وننګول چې هر کال له بېلابېلو تورو لارو میلیاردونه ډالر ترلاسه کوي، خو په وطن کې یو ښوونځي ته ودانۍ نه ده جوړه کړې او حکومت همدانن 240 ښوونځیو ودانۍ پرانستلې. خو طالبان تل ټینګار کوي چې د ارګ واکمن د سولې د خبرو پر وړاندې بهانې او خنډونه پیدا کوي. راسره دا شیبا پر لیکه. درې میرمنې دي د افغانستان په سیاست کې پیژندل شوې څیرې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د سولې څیړونکې صوفیا عمر په ناروې کې د افغانستان پخوانۍ سفیره شکریا بارکزی او د ښځو د رهبریت د ټولنې رئیسه ریټا انوري راسره پر لیکه دي. درې واړو ته ډېر ښه راغلاست وایم. بحث به آغلی بارکزی تاسو سره پیل کړو. تر دې مخکې چې لاړ شو محتوایی تازه مسایلو ته، د موقت حکومت زمزمې خو تاسې اورې ډېرې تودې شوې دي په دې وروستیو کې. ولسمشر غني جمهوریت جمهوریت نارې وهي او متباقي نور اړخونه په ویشلي او پاشلي ډول باندې د موقت ادارې زمزمې لا پسې ګړندی کوي. واقعا موقت حکومت په لاره هغه پدیده ده چې حتمان به یې تجربه کوو د دې پروسې په اوږدو کې که څنګه؟ سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او محترم میلمنو ته خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم او هیله مند یم چې دا یخ ژمی او د ناخوالو نه ډک ژمی له خیره سره تیر کړو په ښو خبرو باندې او تودو بحثونو باندې چې حداقل ښې پایلې او ښې چارې افغانستان ته وروبخي. زما په اند د موقت حکومت راتګ لپاره څه دې چې دننه په افغانستان کې ذهنیتونه آماده نه دي، همدارنګه چې د افغانستان خلک دې ته آماده نه دي طالبان په یو لاسي راشي او نظام ترلاسه کړي. همدارنګه چې طالبان او نور سیاسي ډلې آماده نه دي چې اوسنی کسان یا خلک چې کوم په نظام کې ده دې نه مخکې لاړ شي. البته زه فکر کوم چې بین المللي اجماع هم په دې باندې ده چې یو درېیمه لاره دلته باید غوره شي. دا درېیمه لاره نه د افغانستان اساسي قانون ورته پیشبیني یا اټکل کړی او نه هم په اوسنۍ شرایطو کې د جمهوریت یا د حکومت د پلاوي او د طالبانو په مابین کې یو توافق نظر شته. زما په هند او زما په باور باندې که چیرته خبره دایي چې یو درېمګړی به راځي او د سولې پروسه مخته وړي او هغه نظام چې باید د افغانستان د خلکو استازیتوب وکړي او منتخب نظام وشي د نه وروسته راشي، د جنګ لپاره حداقل د پای ټکی کېښودل شي او نوې سیاسي صفحې ته د خلکو لخوا څخه هرکلی وشي، نو فکر کوم چې مطلق یو درېیمه قوه به راځي. یا درېیمه قوه هدف مې دا نه دی چې د حکومت یا دولت کې بدن نه قوه وي، یعنی متفاوت درېیم چهرې به راځي په دې کې چې سیاسي لحاظ باندې کېدای شي دوی ډېر پیژندل شوي نه او ډېر سیاسي علایق او قدرت کې پاتې کېدو خبره ورسره مطرح نه وي، ځکه چې که چیرته بیا هم یو اداره موقته جوړیږي یا هر نام باندې چې یو نظام یا یو سیاسي تحول لپاره لار خلاصیږي که په هغه کې ښکېل سیاسي ډلې ټپلي همدغه ناندری به روان هېڅ تر نه ده پورې شته دی. نو دا به ښایي چې یو درېیمګړی راشي، حتی کېدای شي زه فکر کوم چې خپله ملل متحد سازمان دا ابتکار په لاس کې واخلي او دغه زمینه یو عبوري زمینه برابره کړي. زه وایم چې جمهوریت نه د نننۍ دولت تحفه د افغانستان خلکو ته او نه هم امارت هغه ښه میراث دی چې طالبانو نه پاتې دی. جمهوریت او د جمهوریت نظام د جمهوریت چوکاټ سره باید برابري چې په هغه کې تفکیک د قوا شته، په هغه کې منتخب حکومتونه شته، په هغه کې د خلکو د رایو او د حقونو تضمین شته،
په هغه کې د عدالت او قانونیت او حاکمیت خبرې شته. زه فکر کوم په همدغه مبنا باندې کیدای شي یو جوړ جاړی ته ورسیږو، خو دا جوړ جاړی به ډیره تبه ولري هم اوسنی نظام لپاره او طالبان لپاره، ځکه چې طالبان فکر کوي چې دوی د جګړې میدان ګټونکي دي، حالان چې په عملي ډول باندې نه، مګر په سیاسي لحاظ، په ډیپلوماتیک لحاظ، په رواني لحاظ باندې متاسفانه هر یو بدل شوی د طالبانو یو تریبیون ته. دا هر یو څوک چې سولې ته غاړه ږدي او سوله غواړي، طالبان فکر کوي چې والا دا موږ غواړي، حالان چې برعکس موږ طالبان نه غواړو چې تاسو تاوتریخوالی پرېږدي. او دا هر یو چې طالبانو سره په سیاسي لحاظ باندې مخالف د نظر دي، دولت فکر کوي چې د دوی هم نظر دي، حالان چې دا هم برعکس دی، دا هم ډیر خوشبینانه نظر دی. حکومت په دې باندې ځان خوشحاله ونه کړي، ځکه چې دوی هم د جمهوریت په نامه باندې متاسفانه د جمهوریت اساساتو او نهادونو ته تاوان ډیر رسیدلی. نو زه فکر کوم باید د حل لاره پیدا شي. دا د حل لاره که چیرته د یو عبوري نظام پر بنسټ باندې راځي، اوم خدای دې راولي، او که دا د حل لاره په دې معنی چې تاسې د موقت ادارې ملاتړ کوئ، خو دې تر څنګ دا لنډ راته وایم مستقیم اغلې بارکزی، چې واقعا د نقشې یو برخه دا موقت حکومت د هغه عبور لپاره چې طالبان په یو تشکیل کې شامل کی په سیاسي لحاظ، موقت حکومت یو حتمی آپشن یا انتخاب دی؟ اجازه را که چیز اول وایم چې زه د هیچ حکومت چې د افغانستان د خلکو د انتخاب نه بغیر جوړیږي طرفدار نه یم. او هیڅ هغه متقلب نظام هم په ځان باندې چې د افغانستان د خلکو استازیتوب نومیږي د هغې طرفداري هم نه کوم. صحیح؟ اما لیدلوری افغانستان لپاره مطلقا بل شی دی چې متاسفانه زه په غلط ځای کې په غلط ملک کې پیدا شویم، او هغه اما ذهنیت چې کوم ده، کوم خوځښت چې زه خلکو نه غواړم، نه افرادو نه، هغه به کیدای شي د څه خبره ایمال مسیان بیوینی یا کرواسیان، خو خدای دې موږ ته دغه هدایت راکړي. پاتې شوله د موقت ادارې یا حکومت موقت یا هر بل نوم باندې یا یو عبوري نظام په اجنډا کې شته متاسفانه. او دا ولې په اجنډا کې راغله؟ ځکه چې اوسنی نظام هغه سیاسي د څه خبره تعقل نه کار وانه خسته، سیاسي اجماع خپل دننه، حتی دغه غړي چې تللی دي د حکومت نه استازیتوب کوي او د سیاسي ډلو تپل نه استازیتوب کوي، دوی په مختلفو فکرونو باندې دي. حکومتونه په باج ورکولو باندې نه جوړیږي، حکومتونه په برنامو باندې جوړیږي. سیاسي زعامت په دیکتاتوري باندې نه کیږي، سیاسي زعامت په تعقل باندې کیږي. د خلکو ته خدمت لاره د فساد لاره نه ده، د خلکو د خدمت د لاره د خلکو سره نږدې کېدل او د خلکو ضرورتیاتو ته کتنه لار ده. متاسفانه چې موږ وینو په تیر شل کلونو کې موږ ډیر ختلای فرصتونه هم له لاس ورکه، او اوس موږ فرصت او ابتکار دواړه موږ نه اخیستل سوی، چې موږ وغواړو چې موږ نه غواړو. کوم شیان چې موږ ته متاسفانه لیکل شوي بغیر له دې نه چې زموږ ګټې په هغه کې نغښتي، بغیر له هغې نه چې زموږ رای او نظر څه اخیستي. دا ډېره مهمه نقطه ده چې تاسو ورته اشاره وکړه آغلې بارکزی. کوم شیان چې موږ ته لیکل شوي، په دې حتما ستاسو نظر اخلو چې اصلي لوبه له کومه ځایه سرچینه اخلي، راسره واوسئ. خانم عمر، اداره موقت که زمزمه هایش در این روزهای اخیر خیلی به شکل جدی شنیده میشه و آن هم از اطراف مختلف، و همچنان تا جایی که برمیگرده به حکومت آقای غنی، خود آقای غنی، معاونینشان و همچنان تیمشان دم از نگهبانی و پاسبانی جمهوریت میزنند. روی مسائل میایم. اگر واقعا یکی از انتخابهای حتمی تشکیل آینده سیاسی افغانستان حکومت موقت باشه، از دید شما این گونه یک نظام یا یک تشکیل موقت، بهتر است بگوییم، به چه شکل میتونه شکل بگیره؟ سلام آقای عباسین، سلام به شما، سلام به بینندگان بسیار محترمتان و به دو مهمان بسیار عزیز. بسیار خوش هستم که مهمان خانم هستن و علاقه مندیم زیاد بیست که خانم ها در این مسئله چی نظر دارن و به نمایندگی زنهای افغان چی میگن و راه های حل را چی پیشنهاد خواد کردن. واقعا خدا خوشبختی احساس میکنم. در این سه حکومت موقت یا حکومت عبوری، البته ما و شما تجارب تلخش داریم، ولی با کمال تاسف
در یک مقطعی ما را قرار دادن، در یک نقطه قرار گرفتیم که غیر از حکومت عبوری یا شورای موقت یا اداره موقت دیگر راهی وجود نداره. ولی تمنی شورای موقت یا اداره عبوری هر چیزی که به هر عنوانی که بیایه، دولت فعلی افغانستان، یعنی دولت مردای فعلی افغانستان اگر جزء از او اداره موقت یا حکومت موقت باشه، من فکر نمی کنم که ما روی صلح ببینیم. ولی که تبلیغی از طرف دولت کابل زده میشه، تبلیغ جنگ است نه تبلیغ صلح. و حتی گفته های دیروز جناب آقای سالی بر ما پیغام صلح را نمیره، بلکه پیغام جنگ را میره. و کاش ما همی تون و صدای خود تغییر بدیم. وقتی ما میخواییم از یک طرف صلح می کنیم، از جانب ما میبینیم که نماینده های ملت یا به نام نماینده های ملت اینا طرف دوحه سرازیر میشن، ولی از طرف دیگه میبینیم معاون رئیس جمهور میگه که طالبان مزدور هستند، طالبان نوکر هستند و امثال از این. ما فکر نمی کنیم که این گفته ها درست باشن. این گفته های غیر مسئولان هست و صد رای صلح خواهد شد. حالا در مورد ایجاد احتمالی اداره موقت یا حکومت موقت کوتاه برای ما بگوین، چقدر ممکن و یک پدیده حتمی میبینین که بعد بریم به سخنان های آقای غنی و تیمشون؟ من فکر میکنم آیا بس این راه دیگه چی است؟ دیگه ما خو راهی نداریم. یکانه راهی است که حکومت عبوری یا شورای موقت ساخته شوند تا بتونه زمینه را برای حکومت بعدی هموار بسازه. و در این مورد فکر میکنم که طالبا هم موقعیت خود تقریبا روشن کردن و دولت افغانستان هم موقعیتش روشن است. دیگه چاره نیست جز این که از طریق مفاهمه و از طریق مذاکره ما به یک دولت موقت، اگر دولت افغانستان دولت کابل میخواین نمیخواین، این چیز آمده نیست. اگر صلح را میخواییم این چیز آمده نیست. یعنی ایجاد حکومت موقت مانند سایر موارده که کابل متحمل شده، یک انتخاب نه یک مجبوری خواهد بود؟ 100%. با این مجبوری ها برخورد حکومت آقای غنی را چگونه ارزیابی میکنین؟ و در کل آیا شما برداشتین در نهایت که آقای غنی و تیمشان چی میخواین؟ با طالبان میگن میخواییم صلح بکنیم، تیم خود را هم مشخص میکنه، در صحبت ها ظاهرا میگه ما حمایت میکنیم از این پروسه، با تیم هم مشوره میکنه، مذاکرات میان افغان ها هم ادامه پیدا میکنه، ولی زمانی که آقای غنی میای وارد استیج میشه صحبت های عجیب و غریب میکنه. گاهی میگه طالب مزدور است، گاهی میگه طالب باید انتخابات سهم بگیره، گاهی میگه که اداره موقت قبول ندارم، گاهی میگه اگر سر من بره به خاطر صلح حاضر هستم. در کل آقای غنی واضح کرده پیش خود چی میخواد بالاخره؟ آقای حسین، من مثل شما نزدیک نیستم که هر دقیقه خبرها را بشنوم و یا با مردم در تماس باشم. با کمال تاسف که ما به بازارها مایل دورتر هستیم. به اساس چشم دید خبرهای از اینجا یا شنیدن خبرهای امریکا و بعضی وقت از خبرهای افغانستان، ما میشنیم که به این شک نیست که آقای غنی این گپ را تایید میکنه و میگه که ما صلح میخواییم. ولی صلح را که آقای غنی میخواه او صلح نیست، او جنگ است. و طور مثال وقتی که نماینده امریکا آقای خلیلزاد افغانستان آمد، با آقای کرزی دیدن، با آقای سیاف دیدن، با آقای عبدالله دیدن، ولی دکتر غنی حاضر نشد که با اونا تماس بگیره. تا برای ما بسیار جالب بود که مثلا هر نوع تضادی که با آقای خلیلزاد داره و یا هر نوع خطری را که از جانب از او احساس میکنه، ایمن حیث رئیس دولت کابل باید موقف خود تغییر میداد. حداقل به مو حساب گپ خودش که میفت که ما 45 ساله رفیق هستیم، به مو پاس رفاقت باید میشیشت گپ میزد. ولی همی نشیشتن از اینا، حاضر نشدنشان همراه
کمیشن امرای آقای خلیلزاد. خود از این بیانگر عزیز که همونطور که یک دفعه دیگر گفتن که یا مرگ و یا ارگ، اینا از ارگ تیر نمیشن و تا زمانی که آقای غنی و دوستایش، دوستای نزدیکش مثل آقای سالی و حمدالله مهم و همسالش و دورش هست و اینا آهنگ ای که ما نظام رو نمیخواییم تغییر بتیم، ما دستاوردهای 20 ساله رو باید نگاه کنیم، چیزهایی رو که خودشان برای فریب مردم میخواین که او رو طرح کنن، اما در مجموع حفظ قدرت خودشان از این نتیجه نمیدن. سپاسگزارم خانم عمر، به شما برگشت خواهم داشت. سپاسگزار خانم انوری، شما موضوع را چگونه ارزیابی کردین؟ دو نظریات خیلی کوتاه از لابلای صحبت‌های خانم بارکزای و همچنان خانم عمر. خانم بارکزای گفتن که ایجاد حکومت موقت یکی از موارد پروسه صلح افغانستان است که نقشه کشی آن را ایالات متحده آمریکا اداره ترامپ و بالخصوص زلمه خلیلزاد کرده. اگر اینچونین باشد و سر و صداها در کابل و سایر ولایات مانند امروز در ننگرهار از تیم آقای غنی و شخص رئیس جمهور غنی ما میشنویم، در این صورت چه فکر میکنین که واقعا فضا را حکومت افغانستان درک کرده که مسائل از کجا نشأت میگیره؟ اول از همه سلام به شما عبدالسینادیس و همچنان بر دوسته که فعلا از طریق آریانا لایف تماشا میکنن و همچنان با خانم بارزه یکی از آمیان خاطر بودیم و هستم و خانم صوفیا عمر همچنان خود احساس خوشی میکنم که امروز پنل هم با شما هستم. سوالی که درباره حکومت موقت است، سوال دقیق نگفتن که حکومت موقت چه قسم باید باشن و در چه قسم یک چارچوب باید باشن. وقتی که ما یک زمان بود که 20 سال پیش تجربه کردیم که یک حکومت موقت آمد و چقدر قربانی های بساب دادیم، اینال حکومت افغانستان مسئولیت عظیمی را دارن که باید یک بساب گارانتی باید داشته باشن که نه تنها بتانند پس دوباره به 20 سال پیش برن و دستاوردهایی که به 20 سال پیش بسابه گرفتن و خانما بسابه فریدام خود و از آزادی خود گرفتن و فعلا که بسابه به سیستم آزادی ارک دموکراسی در افغانستان تقریبا است، آزادی بیان است، خانما جایگاه خود داره تحصیل می کنن، ما نستن که پس دوباره هم به قسمت 20 سال پیش برن. اینا در این قسمت باید سیستم ادبیات از این باید واضح تر باید باشه که حکومت موقت که یا میخواین با کدام چارچوب میخواین، با کدام دلیل میخواین و چی میخواین از بشان. و قسمی که ما که خانم صوفیا بساب اشاره کردن که حکومت اشرف غنی بعض وقت میگن که ما قربانی میتیم و بعض وقت میگن ما نمیتیم، درست است. وقتی که اونا 5000 طالب خود قربانی دادن برای طالبا و همچنان دوستای دیگه که بسا دکتر عبدالله و کسای دیگه است که میگن ما قربانی میتیم، ما قربانی میتیم، از هر دانش ما واضح نشدن تا بال قربانی چی رو میتن و از کجا، آیا آزادی بیان میتن، دموکراسی مردم میتن، قانون اساسی رو میتن و یا شخصی جایگاه خود قربانی میتن، امی قربانی از چی است، امی رو واضح به مردم تا بال نساختنش. و همچنان وقتی 5000 طالب رها کردن و فعلا اینمی دوستای ما شما را به میال انتحاری سیستمش بسا پشت میرن عروض و 7000 دیگر را میخواین که الاشوان، درست است؟ آیا اونا چی بسا قربانی بر مردم افغانستان میتن؟ آیا 10 روز آتش بسا کردن نمیتونن؟ کسی از طالبا می سوال نکردن که شما چی قربانی میتین تا مردم افغانستان بتانن که سر شما یک اعتبار خاص بکنن که آیا اینا یک کار رو میکنن به مردم افغانستان. حالا در مورد موقت حکومت، طور که در این بحث اشاره شد، هر دو مهمان ما شریک پنل شما گفتن که انتخاب نیست اداره موقت و نه همی پروسه که آغاز شده انتخاب از طرف کابل، بلکه یک مجبوری است، خواهن یا نخواهن باید با ای را برن. طور که شما یادآور شدین از رهایی زندانیان، آیا خواست کابل بود؟ بسیاری ها به با این باورست نبود، تحمیل شد، نمیخواستن. نخستین تماسی که
حدود 2.5 سال قبل زمانی که پروسا آغاز میشه از طرف امریکایی ها با آقای غنی گرفته میشه، طوری که یکی از سفیرهای ایالات متحده امریکا در کابل در اون نشست و در اون موارد شریک بود، گفتن که با آقای غنی تماس گرفتن که این چونین یک برنامه داریم با طالبان رو در رو میشینیم. آقای غنی تنها گفت That's good, go ahead. بسیار خوب است، پیش برین. خب گفتن پیش برین، اینا پیش تایید هم آمدن که بعضی از مسائل که میان افغان‌ها باید شکل می‌گرفت با طالبان برطرف ساخت، مثلا رهایی زندانیان، مثلا ایجاد یک دولت جدید به اصطلاح اسلامی، این مسائل بود که در توافق دوحه در نهایت ذکر شد پارسال در فوریه. حالا حکومت افغانستان اگر در این چنین یک وضعیت قرار گرفته باشه که هر کار تحت فشارها و در نتیجه حرکات دیپلماتیکی که خیلی هم خشن به کابل به نظر میرسه انجام میشه، پس ایجاد حکومت موقت نیز یکی از اینها خواهد بود و آقای غنی چی در کابل چی در ننگرهار و یا قندهار و هرات اگر هر قدری هم در نشست ها با مردم بگه که ما قربانی نمیتیم، این زیاد تفاوت ایجاد میکنه و یا کسانی که نقشه را قبلا آماده ساخته و یکی پای دیگر باید عملی شود، طوری که در این مورد حالا گفته میشه که گویا آقای خلیزاد با نسخه حکومت موقت به کابل آمده بود و گویا آقای غنی با دیدن با آقای خلیزاد ابا ورزید. یک سوال مهم از این که حکومت موقت آیدیا را به طالبا کی دادن و به امریکا کی دادن؟ این تابول تفه امی سوال از بسابت از کس درست پسان نکدن. حکومت موقت آیدیا را اصلنش که بسابه از کجا شروع شد آقای عمران خان بود که بسابه این نظریه را به مردم با طالبان و همچنان به اپوزیشن یاد کردن که ما باید یک حکومت موقت داشته باشیم که یکی در ذهنیت مردم انداخته نشه. تو وقتی که اونا این مفکوره را تعیین کردن بر افغانستان، عمران خان کی است که بسابه میخواه که افغانستان باید حکومت موقت داشته باشن؟ آیا اگر شما طالبان را بسابه سپورت میکنین دیگه وقت است کلگی میفهمن، اما این حق ندارین که مردم افغانستان باید زور شما رو قبول کنه و جمهوری افغانستان باید قبول کنه و حکومت موقت بیاریم بخاطر که آقای عمران خان میخواییم، بخاطر آیدیال زیناستک آیدیال حکومت موقت آقای عمران خان بساب گفتن و سیستمی که بساب میخواییم که بساب آرامی را حکومت موقت میره، اما سوال تضمیم درست نشده سر از او. بسیار امکانات شاید که مثل 20 سال واره یک حالت برن که مثل که حکومت دکتر نجیب و مجددی بودن و همچنان در این قسمت سیستم جهانی آیا کدام سپورت نشان داده که بساب حکومت معقد اگه بیاین دستاورده کلش بساب قربانی نمیشن؟ امی دستاورده که در 20 سال داشتن افغانستان که در سیستم ایژوکیشن هست، مردم هست، همه چیزش هست، این بساب عبد میشن؟ نه تابل این بساب ثبوت نداده برای مردم افغانستان. این حالا یک سوال دیگه که بساب اونا که میخواین حکومت معقد زور یا فشار خود به افغانستان دین، غیر از اون ما بساب انتحاری میکنیم و راکت میزنیم و مردم افغانستان را بساب از بین میبریم. پس کوتاه میپرسم خانم انوری و پاسخ کوتاه را هم میخواییم از شما داشته باشیم. خانم انوری، آیا امی نقشه حکومت موقت انتخاب مردم افغانستان است که آقای غنی میره به مردم افغانستان میگه که ما چی معامله میکنیم، یا این نقشه و این پروسه که تا این دام آمده و اقداماتی که حکومت افغانستان یا خواسته یا نخواسته یا بر مبنای فشار یا خواستشان خیلی کمتر است، خیلی کم رنگ است، این وضعیت از اینجا تغییر میکنه و ایجاد شده یا نه از بیرون از جاهای دیگر که شما میدانید؟ این سوال در بگنگ سوال دیگه شما بود که آقای عمران خان آیدیارش بوده و اونا یک آیدیار بساب آماده ساختن، یک پروژیکت واره که حکومت موقت بین، نه آیدیار آقای اغنی استک و نه از آقای عبدالله استک و همچنان از امریکا especially بساب بیلد از طریق آقای عمران خان است که میخواه حکومت موقت بیره. اما سوال عزیز که چرا میخواین افغانستان باید حکومت موقت بیره؟ آیا شما تضمین میکنن یا میخواین دوباره افغانستان از بین بره؟ همین دستاور 20 سال پیش از بین بره. سپاسگزار هستم خانم انوری، با ما بمانید و همچنان مهمانان گرامی دیگر هم. در این بخش از برنامه وقفه کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم.
کراغلاستام یو د سولې پر راتلونکو ګامونو د موقت حکومت پر زمزمو د کابل په دریځونو د دوحې پر تصمیمونو برعکسی سه پهستاسو سره ولسمشر غنی چې کله ټینګار کوي د سولې په پروسه کې او یادونه کوي ځي د ننګرهار خلکو ته وایي کله ننګرهار ته ځي کله قندار ته ځي کله هم نورو ولایتونو ته کله کابل کې دا څرګندونې کوي چې موقت حکومت نه منم جمهوریت باندې معامله نه کوم او دې ته ورته نور مسایل لکه څرنګه چې تاسې یادونه وکړه چې کاغذونه بل چیرې آماده دي نقشې وار له مخه چمتو شوي او هر مورد لکه موقت حکومت هلته درج دی په دغسې یو حالت کې د ولسمشر غنی څرګندونې تر هر څه مخکې آیا د دې نقشې په بدلون یا پر هغې یو ډول تاثیر پرېښودلو باندې کوم بدلون راوستی شي یا په دې برخه کې کوم رول درلودی شي ستاسو یادی توقع داوت چې افغانستان سیاسي وضعیت او اقتصادي وضعیت د ولسمشر انتخاباتو ته آماده نه و البته اداري ظرفیت او امنیتي وضعیت هم یو له هغه عواملو نه وه خو سربیره پر دې هم بیا هم ولسمشر غني دې ته ډېر لیوال و چې افغانستان کې یو منتخب نظام راشي اصل او نفس د قضیې خامخا د ستایلو وړ دی مګر او هغې نه مخکې هم همدغه اټکل کېده چې ولسمشر غني به خپله ګټونکی د انتخاباتو شي او بالاخره انتخابات ترسره سو که چېرته بیا دي چې امریکا او نور هیوادونه هم نه غوښته چې ریاست جمهوري انتخابات په هغه کال کې په 2019 کال کې ترسره سي خیر هغې ته نه غواړم چې بیرته لاړ شم چې څومره لږ خلک لاړل صندوقونو ته څومره مصرف پرې وشو څومره سیاسي کړکیچ پکې اضافه شوله او څومره طالبانو ته د ماناور زمینه برابره شوله زه فکر کوم چې زه دا نشم منلی چې کوم څه ولسمشر غني ته یا د افغانستان منتخب ولسمشر ته ورکول کیږي هغه باید په پټو سترګو باندې ومنل سي زه خپله د یو افغان په صفت باندې دا ماته ډېر د منلو وړ نه ده خو مګر دا هم ایما ضعف دی چې زه نشم کولای نورو ته ووایم چې د افغانستان د خلکو غوښتنه څه ده او موږ مسؤلیت متقابلاً څه شی دی په کوم مانورونو چې ولسمشر غني ځي صحیح ده چې ځینې موارد او ځینې پیامونه صرف داخلي مصرف لري ولسمشر غنی مجبور دی د خپل امنیتی ځواکونو ته روحیه ورکړي خپل سیاسي پلویانو ته اعتماد او ډاډګیرنه ورکړي خپل پرستیج او اتوریټي د ولسمشر په صفت باندې وساتي خپل هغه حلقه چې ورته نږدې ده هغه کوم معلومات چې هغوی ورکړي په هغې باندې حساب وکړي او د هغې تر څنګ باید چنې ووهي خو پوښتنه دا ده چې دا چنې چې تاسې بر اګزی صاحب ورته اشاره کوئ دا کوم بدلون راوستی شي کوم اغېز لري په ټوله کې زه راځم تفاوت به همدایي چې مثلا د یو موقت ادارې راتل طالبانو په سیاسي نظام کې شاملول او یا هم یو پراخ بنسټه حکومت جوړول لکه څنګه چې ولسمشر انتخاباتو نه مخکې شرایطونه نه دی هیڅ تغییر په کې رانغی صرف وخت په کې ضایع شو د وخت تر څنګ افغانان پکې قرباني شول مخکې زمونږ محترم خور ریتان وری ویل چې قرباني په افغانستان کې تلویخ کاله هیڅوک دا تلویخ کاله نه جګړه د افغانستان سیاسي مشران قرباني نه ده ورکړي دا صرف د افغانستان خلک دي چې قرباني ورکړي هر یو سیاسي مشر خپل د ګټو د ساتلو لپاره چې نن ورته یو بل پلیټ فارم کې خودل سي چې شاهي نظام ته لاړ شي دوی کېدای شي ورته لبیک ووایي که ورته چې اسلامي امارات هم لاړ شي کېدای شي لبیک ووایي او که چېرته وایي چې جمهوري نظام باندې ټینګار وکړي هم کېدای شي ورسره هوکړه وکړي ځکه چې دلته متاسفانه دا د افغانستان خلک دي چې قرباني ورکوي او دا خلک هم دومره صبور خلک دي چې په وار وار خپل مشران امتحان کړي خو بیا هم زیده و مغوی مشرانو تر څنګ دریږي بیا هم د پیسو په خاطر نه اجازه راکړئ خبره د انتخاب نه ده خبره د بیمسؤلیتي ده تر هغه وخت پورې چې موږ یو بیمسؤلیت او ضعیف
ملت په صفت باندې فکر کو خپل ټول وخت نو تسپارو امداغه به مسر نوشتی که چیرته مونږ وغواړو ډیر ستر قوت مونږ سره شته مګر متاسفانه هغه قوت نه کله هم کار نه دی اخیستل سوی. تاسو راته وایست په تیر شل کلونو کې چې زمینه او فرصت ټولو ته برابر وه د حداقل 50 سیاسي نوي مشرانو نومونه ماته واخلئ. زه دا سیاسي ماشومان نه غواړم په سیاسي مشرانو کې چې فکر او آیډیا نه لري ځینې شته دي په میراثي بڼه باندې اوس ورته د رهبریت هم پاتې کیږي د سولې پروسه هم او میراث شو مګر دغه میراث هم تاسو وګورئ چې پلانونه یې بل رقم و زامن یې بل رقم دي سیاسي تعقل نشته پکې راځم اصلي مبحث به بیرته له دغې زاویې پیل کړو آغلی بارکزی چې فرض کړئ ولسمشر غنی دریځ هم صحیح ده فرض کړئ د جمهوریت تر ټولو ستر بانی هم ده فرض کړئ چې د دې مجبوریت هم ده چې تاسو ورته اشاره کوئ او باید هم داسې وکړي او فرض کړئ چې د سل په سلو کې چې ډېر ورسره موافق نه دي متاسفانه اوس فیصدي ورځ په ورځ کمیږي دا صحیح وایي ولسمشر غنی وایي صحیح وایي فرضاً خو پوښتنه دا ده چې دا تاثیر پرې باسي که نقشه عمومي لکه د سولې پروسه لکه په بندیانو ازادي لکه د دوحې تړون او حتی بین الافغاني مذاکراتو پیل او دویم پړاو ته یې رسېدل او بیا د موقت حکومت تر اجنډا کله هم چا د دوی رضایت پوښتنه کړې ده که نه ټول په فشارونو و ټول هغه څه و چې د نقشې د اصلي اجنډا نه د فشارونو او زور په نتیجه کې بالاخره کابل یا وغواړي که یا ونه غواړي ورته تن ورکړي ما مخکې تاسو ته ویله مالې دغه د حکومت موقت غوښتنې یا هر نوم باندې چې یو سیاسي بل پړاو ته داخلېدو زمینه برابرېږي دا ځکه مې د تېر انتخاباتو مثال تاسو ته ورکړ سربیره پر دې چې هیڅوک موافق نه و مګر ډاکټر صاحب اشرف غني او ټیم یې غوښته هغه انتخابات ترسره سي صحیح دغه کار به هم ترسره کیږي خو مخکې ما تاسو ویل آیا ډاکټر اشرف غني دغه مشروع حق نه لري چې خپل سیاسي چنې وهي دلته د افغانستان د هویت استقلالیت پرمختګ عزت او هغه لاسته راوړنې چې د افغانستان خلک هغه ترلاسه کړي دلته اصلا دا مسایل مطرح د بحث نه دي یعنې پس دای حق دی بیا به داسې لاړ شو د دوی کړنلارې به وګورو دغه چانې چې تاسو ورته وایئ یا دا لابیزم چې ولسمشر غني او ټیم یې شروع کړی آغلی برکزی پوښتنه دا ډول ده چې دیز ګډ ګو اهیډ لومړۍ خبره وه د ولسمشر غني د افغانستان د سولې پروسې په اړه د ترڅنګ د بندیانو ازادي نور مجبوریتونه او چې دریځونه یو څه سرې کرښې په شنو تبدیلې شوې دریم اوسنی حالت چې بالاخره د موقت حکومت آپشن او انتخاب مخې ته راویستل کیږي آیا ولسمشر غني او ټیم یې هغسې ولوبید چې اړتیا یې وه که نه اوس ډېر ناوخته ده نتیجه به بالاخره په دې ډول ترلاسه کړي متاسفانه هغه کوم لاسته راوړنې چې افغانستان درلودله صحیح ده چې په اول انتخاباتو کې ما به ډاکټر صاحب اشرف غني ته رایه ورکړي دویم انتخاباتو کې نوم او هیچا ته مې رایه ورنه کړه د هیچا تر څنګ م ونه درېدم ځان ته مې خپل فکر او نظر درلوده مګر کومه ستره جفه چې متاسفانه موږ سره د همدغې نظام د افغانستان د خلکو سره د ډاکټر صاحب اشرف غني او د ده هغه کوچنی ټیم چې پارک کې دی د افغانستان د خلکو سره جفا وکړله ځکه چې دوی سیاسي پختګي نه درلوده سیاسي درایت یې نه درلوده د افغانستان د خلکو روحیات او ذهني باندې دوی پوه نه وو هغه یو سیاسي ډیپلوماتیکه ژبه دوی نه درلودله سیاسي تعقل چې برنامه ورته وسنجول کیږي څخه دا ای پلان دا بی پلان هغه شیان د دوی په منځ کې نه وه متاسفانه ټول شیان محدود شوي په قدرت او پیسو باندې او هغه ما مخکې تاسو ته ویل چې سیاست علم و هنر دواړه باید یو ځای بیا خو نو خبر خلاصه شوه بیا نو د افغانستان خلکو ته د قربانیو د لاسته راوړنو د هغې او دغې ټټر وهل معنا نشي ورکوئ په دغسې یو خصوصیت کې چې تاسو وایئ چې پیسې قدرت زما په اند همدغه شی دی ستاسوان د احترام وړ دی ډېره زیاته مننه کوو آغلی بارکزی وخته په کتو به بلې وخته په کتو به نورو میلمنو ته هم د دوی فرصت ورکړو د خپرونې د وخت او حافظه او ظرفیت سره هممهاله خانم عمر همه رهبران سیاسی در افغانستان بیشترین یا طور بگویم 99% اگر بک‌گراندشان خوانده شوه
خانواده هایشان دور از افغانستان در یک فضای خیلی امن با تمامی امکانات اپدیت و بروز عصر زندگی میکنند. اینا دم میزنند در کابل و در سایر ولایت ها. امروز همه شهر نگرار بسته بود به خاطر سفر آقای غنی که اونجا رفتن گفتن ما جمهوریت میخواهیم، و جمهوریتی که دوبار به زعم مردم افغانستان خود آقای غنی به چالش کشید، ایجاد حکومت موقت در 2014 و همچنان اخیراً نتیجه انتخابات که باز هم دو حریف سیاسی که باید یکی بازنده می بود یکی برنده در یک حکومت زیر یک چتر کار میکنند، دو مراسم تحلیف. و همچنان برمیگردیم به سایر ارزش‌هایی که اینا یادآور میشه، چقدر همخوانی داره و آیا مردم افغانستان، جهانیان، طالبان و اقشار سیاسی دیگر در افغانستان این همه واقعیت‌ها را نمیدانه که قربانی اصلی را کی میتن و در نهایت تکیه بر تخت قدرت کی میزنه؟ آقای عباسین، فرموده شما بسیار درست است. کسانی که در بیرون خودشان و یا خانوادهشان زندگی میکنن و بازمان در افغانستان حکم روایی میکنن ممکن مناسب حساب نشه، ولی من به این عقیده هستم که وطن دوستی فاصله نداره. اگر اینا در شرایط امن و آرام زندگی میکنن اما با وطن خود صادق باشن، باز هم میتونن که بیان صداقت کنن و دولت مردای خوب باشن. که با کمال تاسف، البته دیگر کشورهای دنیا ما شما این دیدیم به چشم خود که دولت مردا در ابتدا در یک کشور دیگه زندگی میکردن ولی باز رفتن کشور خود آباد کردن. ولی مردم افغانستان ما بسیار کم نصیب و بد نصیب بودیم که هر کدامی که از بیرون به افغانستان آمد به عوض ازی که به خیر و صلاح مردم فکر کنن، به جیب خود و به قدرت خود فکر کردن. از آقای کرزی، از آقای غنی و از امثالش و از آقای کابینیشن مردم افغانستان هیچ خیری را ندیدن. و یک چیز ما باید این قبول کنیم که شمول آقای غنی که جمهوریت محصول دست آقای غنی نیست و پافشاری زیر روی جمهوریت گپ خوبی است، ولی باید ما فکر کنیم که یک روز مردم افغانستان تصمیم می گرفتن که از شاهی خود به جمهوری تبدیل می کنن و کردن. یک روز مردم افغانستان تصمیم می گرفتن که فلان کس یا فلان کس ما برش رای می دیم یا رای نمی دیم. حال اراده مردم است که اینمی دولت باید تغییر کنه. ولی که جناب دکتر اشرف غنی و گروپ دورش اینا خود محکم کردن که قدرت باید انحصار داشته باشن، این نتیجه نمیده. با کمال تاسف زمینه های بسیار خوب برای دولت کابل مساعد بود که میتونستن از راه منطقی تر، از راه درستر و با همکاری مردم خود یک حکومت بسیار مردمی رو بیارن که موفق نشدن، به خاطر از اینکه اینا فقط و فقط به یک چیز محکم هستن که باید قدرت غصب خودشان باشه و یه دیگه امکاناتش نیست. به اساس گفته های خود دولت کابل از آغازی که خلیلزاد افغانستان آمده هر موضوع را با دولت کابل در میان گذاشته. در ابتدا ارگ اعلام میکرد که ما از مذاکرات با طالبان و از اجنده از اینا خبر نداریم. ولی وقت رسید که خود از اینا گفتن که ما در هر مرحله دخیل بودیم و امر ما گفته ها شریک شده. پس وقتی که گفته ها شریک شده از آغاز تا انتها، چرا حکومت کابل نمیبینه که دیگه خواست مردم نیست که اینا در رأس قدرت باشن؟ و طبقه ما بر مردم دروغ میگیم. هر قدری که ما مردم در تاریکی نگاه میکنیم اما قدر ما از سال فاصله میگیریم و اما قدر ما بدبختی رو برای مردم افغانستان خلق میکنیم. پس بیایید صحبت ها را با یک نتیجه گیری با پایان برسانیم. خانم عمر، چی فکر میکنین بازی بهتر از این چی خواهد بود که برنده همه باشند، نه یک طرف و یا هم بازنده که شروع میشه از یک طفل خیلی خردسال افغانستان تا سیاسیون بزرگتر؟ ما بازنده نمیشیم اگر صادقانه به مردم خود بگوییم، اگر صادقانه واقعیت ها را به مردم انتقال بدیم. ما در مذاکرات صلح با طالبان دو بار در مذاکرات صلح سهیم بودیم.
میمانای محترم ما و شنونده های محترم میدانند که برن این مصاحبه ها را در یوتیوب ببینند. ما امرای طالبا این مسئله را مستقیما طرح کردیم که آیا زن افغانستان، زن افغان کار میتونه، تحصیل میتونه، در بیرون از خانه سهیم در امور دولتی شده میتونه یا نمیتونه؟ جواب از این هست. اگر ما به اینجا میگیم که ما سر از اینا اعتبار نداریم و بیاین این را ثابت کنن، باید که زمینه را مساعد بسازیم که ثابت کنن. اگر میگیم که اعتبار نداریم به خاطر از این که ذهنیت های ما را شوشتن، ذهنیت های ما را اینا پنسل پاک زدن و تمام روز برای ما 24 ساعت نقاط منفی را گفته میرن، پس با اون حساب ما این را حل نمیفیم. هر دو طرف، هم دولت، دولت کابل و طالبا، باید انعطاف پذیری بکنن تا حدی که ما از مصاحبه، از شرکت در مذاکرات صلح با طالبا کردیم، من فکر میکنم که طالبا به مراتب نظر به گذشته ها و حتی نظر به بعضی کسایی که در دولت کابل در پالوی خانم ها استادن ولی حقوق زن اینا پامال میکنن، اونا انعطاف پذیرتر هستن، حقوق زن را قبول کردن. و ما یک امیدواری زیاد دارم که اگر ما یک دولت مشترک که طالبا تکرار گفتن که ما قدرت غصب نمی کنیم بلکه قدرت برای مردم افغانستان، ولی مردم افغانستان بر دو طرف شکی هستن، هنوز هیچ طرف اطمینان نداده به مردم افغانستان، هم سابقه جمهوریت افغانستان به خصوص سران حکومت فعلی و همچنان طالبان که بیش از 6 ماه به مردم افغانستان ثابت کرده بود، حالا دشوار خواهد بود که مردم نابهنگام با گفته های اینا بدون این که یک دلیل و یک ثبوت را دیده باشن، ملموس باشه، اعتماد بکنه. به هر حال روی این مسائل هم بحث های خیلی زیادی صورت گرفته. میتونه سپاسگزار هستیم خانم عمر. خانم انوری، شما چی فکر میکنین در اخیر روز اگر افغانستان بالاخره به یک ثبات میره؟ سخنان آقای غنی که میگه ما از طالبان میخوایم بیاین در پروسه انتخابات سهم بگیرن، حالا آشتی بکنن، از جنگ دست بردارن، آتش بس بکنن و سایر موارد، و بالاخره باز میریم که ما حکومتم تمام میشه، انتخابات میکنیم و هر کس برد، انتخاباتی که خیلی هم ثابت شد در افغانستان، و در نهایت دلایلی که از طرف کابل پیش میشه و همه مشکوک هستند که واقعیت امر نیست، بلکه تنها امتداد قدرت و مسائل خیلی خیلی شخصی هم مطرح است. از دید شما اگر دیدگاه ها منحصر به این باشه که تکیه بر قدرت زده باشیم و همچنان توقع صلح بکنیم، یعنی هم شهید شویم هم غازی، آیا فکر میکنیم در وضعیت فعلی افغانستان این چنین یک آپشن یا انتخاب مؤثر و قابل به دست آوردن است؟ از اولتر وقتی که بار اول آقای خانی از طالبا خواهش کردن وقتی که بیاین یک مذاکره داشته باشن و اونا قبول کردن که ما به دوحه نماینده خود روان میکنم، یک سیگنال بسیار قویشان بود که ما میخواییم که یک نگوشیشن داشته باشیم. و دوم، از طالبا تا بال کس ای را پرسان نکده که چرا شما یک قربانی نمیتین در کنار دولت نمیتین که انتخابات درست شوند تا که مردم خودشان شما را انتخاب کنند. یعنی شما میگین طالبان بیان در انتخابات سهم بگیرن، طالبان که مطلق رد میکنه، میگه کفری است انتخابات. البته اسنادی که با ما رسیده، بعضی از مسائلی که از طرف بعضی از مشاورین و گروه های مختلف طالبان در نتیجه یک مشوره ی اسناد به ما رسیده، دو گفته شده که چرا دموکراسی کفری است، چرا انتخابات نباید شوه و چه ارزش شورای اهل حل عقد و غیره مسائل مطرح میکنن که باید وجود داشته باشه، منتفی است با طالبان انتخابات در این صورت؟ طالبان چرا از انتخابات رد میکنن؟ چرا نمیخواین مردم افغانستان ثبوت کنن که ما پشتیبان شما هستیم؟ شما بیاین حکومت بگیرین، حکومت امارات بر ما بین، حکومت اسلامی رو بر ما بین. پیشتر خواهر ما آقای خانم عمر یا کردن همراه طالبان به صحبت کردن، آیا از خان از طالبا شما می توانید نکنید چرا نمیخواین یک در روز به مردم افغانستان ثبوت بکنید و آتش بس بکنید؟ فقط در روز به مردم افغانستان بفهمند که واقعا اینا ما سوال کردیم و طالبان خیلی هم در این مورد پاسخ سریع دارن، میگن نتیجه نمیده، در روز آتش بس یعنی چی؟ ما میخوایم در نتیجه یک آتش بس دائمی باشه و مشکل از ریشه حل شه. پاسخ طالبان است.
درست است و اونا که فکر میکنن از ریشه بساب پاکش کنن و بساب درک شون، مردم بیگناه افغانستان چی گناه داره که هر روز بساب حساب انتحاری و بم کشته میشن؟ به خاطر که اونا قدرت هم میخوان، به خاطر که میخوان یک قانون را بیارن که خودشان بساب جور کردن به نام قانون امارات باشن و جمهوریت پس کنن. دولت افغانستان برای از این بساب مفکورشان نیست که باید کدام جمهوریت باشن یا امارات باشن. میگن به مردم افغانستان یک صلح باشن و قسمی که بسا گفتن خانواده‌هایشان همه‌شان دور از افغانستان هستن و اونا قبول کردن که ما در افغانستان میباشیم و می بسا به حالت را قبول داریم سر خود، اگر بسا حکومت دیگه به امکانات زیاد شد اونا را بسا به بدار بکشاننش هموی سر خود قبول کردنش مثل در دوران دکتر نجیب شده، اما میخواییم که به مردم افغانستان نشان بدن که آیا کار طالبان چقدر میدونن یک قربانی رو به مردم بدن. هر روز مردم افغانستان در نهایت یک سوال و یک دقیقه وقت داریم خانم انوری. برز معذرت، وقت شما کمتر بود با نسبت به سایر مهمانان، به هر حالت امید ما را ببخشید. سوال اینجاست که اگر وضعیت به حالت فعلی خود باقی بمانه که آقای غنی به ولایت سفر داشته باشه یا در کابل و بگه که طالبان مزدور هستند و ما شاهد مذاکرات باشیم رو در رو با بین تیم های طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان، این فضا تا چه حد میتونه تاثیرات منفی داشته باشه و چقدر نیاز است که نخست باید این فضا فراهم شوه که آنجا مذاکرات حداقل ابتدا در یک فضای بهتر ادامه پیدا بکنه، چه از طرف دولت افغانستان است و یا هم طرف طالبان که هم جنگ میکنن هم مذاکره؟ وقتی بار اول آقای غنی گفت طالبان برادرم هستن، بیاین دوباره امرای ما باشن، طالبان یک افغان هستن، باید دوباره تا پسر صدا شده گفتن طالبان، خود غنی یک پارت طالبان هستن. وقتی که اونا 5000 طالب شه رها کردن که امروز دوباره عزیزای ما رو میکشن و اونا واضح است بر کل مردم افغانستان معلوم شد که کی اونا رو پوش میکنه و کی سرشون فشار میاره که بساب یک حکومت موقت باید داشته باشن. این واضحی برای همه ایست که مزدور یک کسی هستن و کسی دیگه بسا فشار و سرشان میرن. چند کی مزدور است؟ یعنی شما میگین طالبان مزدور است؟ طبعا. ما میگیم فضا فضای مصالحه است و ما چگونه میتونیم این گونه واژه ها را کمتر بسازیم تا یک فضای بهتر ایجاد شود، یک سفیره که جایی که اتهام بندی نباشه، به حل هر دو طرف فکر بکنه. شما به طرف آقای غنی ساد میشین و میگین طالب مزدور است؟ نو اصلا ما برای ایت ساید استیل نمیشم، چون از افغانستان مال سوستم، اما اخبار و نیوز را که هر روز بسابه فالو میکنم، درد ما زیادتر میتازه. بسیار زیاد تشکر میکنم خانم انوری. وقتی برنامه ما با پایان میرسه، همچنان از خانم بارکزای و خانم عمر هم تشکر که در این بحث با ما بودن. لیدن کلتاسی هم پر مننه. بحث رانگارو تربیه.